تسلط جمهوری خواهان هم بر سنا و هم بر مجلس نمایندگان آمریکا. دو سال سخت برای باراک اوباما. هشدار پنتاگون: نیروی قدس سپاه پاسداران با کمک به طالبان تلاش می‌کند خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را تسریع کند. قرارداد تسلیحاتی 3 میلیارد دلاری فرانسه و لبنان با هزینه عربستان سعودی. حالا که نتایج انتخابات کنگره آمریکا مشخص شده و دموکرات‌ها به دلیل سیاست‌های اوباما شکست سختی خوردند و به قول CNN سخت‌ترین شکست از جنگ جهانی دوم بوده است، اعتراضات به سیاست اوباما بیشتر و بیشتر می‌شود. البته پیشتر هم اعتراضات به داخل تیم امنیت ملی اوباما کشیده شده بود. در حالی که داعش به کشتار خود در عراق و سوریه ادامه می‌دهد، تیم امنیت ملی اوباما نیز دچار اختلاف نظرهایی شده است. وزیر دفاع اذعان کرد که یک یادداشت 2 صفحه‌ای ارسال کرده و در مورد تغییر در سیاست سوریه استدلال کرده و مشخصاً به مقابله با رژیم بشار اسد به عنوان بخش کانونی استراتژی سوریه اشاره کرده است. چاک گل: این مسئولیت هر رهبری است و از آنجایی که ما عنصر مهمی در این موضوع هستیم، باید بهترین نظراتمان را به اوباما و به شورای امنیت ارائه کنیم. این یک اختلاف نظر علنی بر سر عنصر کانونی سیاست دولت اوباما بر سر سوریه است. این عنصر کانونی عبارت از این است که با اسد چه باید کرد. در همین اثنا مقام‌های آمریکایی می‌گویند رهبران گروه خراسان با وسیله القاعده همچنان یک تهدید قریب الوقوع محسوب می‌شوند. باربارا استار، خبرنگار CNN در پنتاگون: مقام‌های اطلاعاتی آمریکا بر این عقیده هستند که دو رهبر کلیدی گروه خراسان هنوز زنده هستند و در حال توطئه چینی علیه آمریکا می باشند. در شرایطی که ائتلاف به بیش از 300 حمله هوایی علیه داعش در سوریه دست داده است، یک مقام دولت اوباما به CNN گفت هیچ حمله جدیدی علیه گروه خراسان انجام نگرفته است، زیرا کسی نمی داند آنها در کجا پنهان شدند. این گروه بعد از اینکه از نفر اصلی بمبساز القاعده کمک گرفت، اکنون قابلیت و توان تولید بمب‌هایی را دارد که احتمالاً می توانند از بازرسی های فرودگاه ها عبور کنند. وزیر خارجه سوئد از تصمیم اخیر این کشور برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین دفاع می کند. بخشی از مصاحبه وی با CNN: با وجود مشکلات دیپلماتیک که به خاطر به رسمیت شناختن کشور فلسطین به وجود آمد، مقام های سوئدی گفتند امیدوارند تا کشورهای اروپایی دیگر هم به زودی وارد این ماجرا شوند و فلسطین را به رسمیت بشناسند. وزیر خارجه سوئد از این موضع کشورش دفاع می کند و می گوید از نظر ما الان زمان مناسبی است. از نظر من التزامات حقوقی فراهم شده است. ما الان را انتخاب کردیم چون در صحنه شرایط بسیار جدی داشتیم. ما شاهد شهرکسازی های جدید بودیم، شاهد خشونت های بیشتر بودیم و همچنین شاهد آن بودیم که افراد جوان تمایل به افراطی شدن دارند. ما امیدواریم که بتوانیم طرفین را کمی از این حالت نابرابری درآوریم تا بتوانیم انگیزه جدیدی وارد گفتگوهای متوقف شده صلح کنیم. همچنین امیدواریم تا این به جوانان امید بدهد که راه حلی در مقابل خشونت، جنگ و تنش در خاورمیانه وجود دارد. ما وقتی این تصمیم را گرفتیم انتظار انتقاد را داشتیم و همچنین انتظار آن را داشتیم که آنها از ابزارهای دیپلماتیک که در اختیار دارند استفاده کنند. تصمیم به رسمیت شناختن فلسطین توسط 134 کشور دیگر در سراسر جهان قبل از ما گرفته شده است. به نوشته نیویورک تایمز، دادستان‌های آمریکا تحقیقات درباره چند بانک بزرگ را مجدداً از سر گرفتند. آنها متهم به پولشویی برای آخوندها و کمک به آنها برای دور زدن تحریم‌ها هستند. بحث میلیاردها دلار مبادلات پولی و سودهای کلان است. چندین بانک بزرگ برای اینکه تحت محاکمه جنایی قرار نگیرند، حاضر به پرداخت جریمه‌های کلان به آمریکا شدند. این بانک‌ها در آلمان، انگلستان، سوئیس، اسکاتلند،
ژاپن و فرانسه هستند و میلیاردها دلار را طی این سالها برای رژیم ایران رد و بدل کرده و برای آخوندها پولشویی کردند و تحریمها را دور زدند. به نوشته نیویورک تایمز، بانک استاندارد چارتر، بانک توکیو میتسوبیشی از جمله بانکهایی هستند که اخیراً از آنها نام برده شده است. دادستانهای واشنگتن و نیویورک تحقیقات درباره بانک استاندارد چارتر را مجدداً آغاز کردند. این بانک قبلا در سال 2012 پذیرفته بود که میلیاردها دلار پول به ایران و سایر کشورهایی که در لیست سیاه آمریکا قرار داشتند سرازیر کرده است. دادستانها این موضوع را زیر سوال بردند که آیا بانک استاندارد چارتر که شعبه عظیمی در نیویورک دارد همه خلافکاری‌هایش را فاش ساخته است یا خیر، و آیا با این کار خود توافق قبلی را به خطر انداخته است یا خیر. در پرونده استاندارد چارتر مشخص شد که ارتباطاتی با بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا هم وجود داشته است. آمریکا این بانک را هم به خاطر نقض تحریم‌های رژیم ایران 8 میلیارد و 900 میلیون دلار جریمه کرده است. مدیریت کنترل بانک‌های نیویورک در حال مذاکره با بانک ژاپنی میتسوبیشی هم می‌باشد و بحث جریمه 250 میلیون دلاری این بانک مطرح است. دویچه بانک و کومرس بانک آلمان، بانک بریتانیایی HSBC و بانک سلطنتی اسکاتلند هم از این تحقیقات در امان نماندند. این بانک ها هم صدها میلیون دلار جریمه پرداخت کردند. That is what Edward Snowden says he has wanted from the start, that his actions are protected under. تلویزیون CNN میگوید ادوارد اسنودن، مأمور سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، آماده بازگشت به آمریکا برای محاکمه است. چنین محاکمه‌ای محاکمه قرن خواهد بود. در فستیوال نیویورک ادوارد اسنودن به مجری برنامه توضیح داد که با توجه به شرط و شروطی که دولت روی بازگشت او می‌گذارد، معتقد نیست محاکمه او منصفانه خواهد بود، ولی مشاوران حقوقی که من با آنها مشورت کردم و هیچ یک از آنها محافظه کاران سفت و سخت نبودند، معتقدند محاکمه اسنودن میتواند منصفانه باشد. استدلال اسنودن این است که محاکمه سایر کسانی که با افشای اسناد محرمانه آژیرها را به صدا درآوردند منصفانه نبوده است، ولی روبرت چزنی، محقق دانشگاه تگزاس، میگوید این یک استدلال کلیشه است و هر قاضی و هر محاکمه‌ای با دیگری تفاوت دارد. او نیز معتقد است اسنودن میتواند یک محاکمه منصفانه داشته باشد. البته برخی میگویند چالش جدی این است که این پرونده به معنای به محاکمه کشیدن آژانس امنیت ملی آمریکا هم هست. در هر صورت قیمت پرداخته شده است. دولت بایستی اطمینان حاصل کند که ادوارد اسنودن یک محاکمه علنی غیر نظامی داشته باشد. اسنودن باید به آمریکا برگردد و استدلال خود را عرضه کند. او قطعا استدلال خواهد کرد. او می تواند توضیح دهد که بر اساس ماده یک اصلاحی قانون اساسی افشاگری های او مشروع است. چنین محاکمه ای محاکمه قرن خواهد بود، ولی روی چیزی که برای مدتی بیش از حد طولانی در خفا نگه داشته شده است نور خواهد انداخت، و این همان چیزی است که ادوارد اسنودن می گوید از ابتدا خواهان آن بوده است. And that is what Edward Snowden says he has wanted from the start. Ultimately, the problem of hackonomics may have a purely economic. هیچ کجا از دست هکرها در امان نیست. هدف این هکرها چیست؟ Samuel Burke goes inside. از بانک‌ها تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای به نظر می‌رسد که هیچ شرکتی از دست هکرهای اینترنتی در امان نیست. هرچه جایزه‌ها و پیشنهادات بزرگتری ارائه می‌شود، هکرها هم پیچیده تر می شوند. این یک جهان اقتصادی زیرزمینی است که قوانین معمول خرید در آن ایفای نقش می کند. آیا در اینترنت تاریک هکرها در حال پیروز شدن هستند؟ جیدی شری، معاون رئیس ترند میکرو: در دو سال گذشته هکرهای اینترنتی به شدت گسترش یافتند. هکرها دارند از تبلیغات برای جذب مشتری استفاده می کنند. مثلا این سایت یک سایت تبلیغ روسی برای هکرهاست. با در نظر گرفتن تمام این موارد، فن و فنی بودن دارد نقش کلیدی ایفا می کند. برای درک این موضوع باید بدانیم که هکرها تنها این کار را برای سود مالی انجام نمی دهند. سیاست هم در این زمینه نقش خود را ایفا می کند. در حالی که امسال تنش میان روسیه و غرب افزایش یافته است، حملات سایبری هم گسترش یافته است.
و اهداف حملات هم خیلی فراتر از شرکت‌های بزرگ رفته است. در ماه ژانویه اطلاعات ارتباطی از بانک مرکزی اروپا ربوده شد. یک ویروس که بر روی مقامات ناتو و اوکراین جاسوسی می‌کرد در ماه اکتبر فاش شد. رئیس جمهور آمریکا اخیراً قانونی را امضا کرد که دستور می‌دهد تدابیر امنیتی کارت‌های اعتباری افزایش یابد. شاید که قیمت مبارزه با اینترنت تاریک عظیم باشد، ولی قیمت مبارزه نکردن با آن خیلی بیشتر است. JP Morgan has spent $250 million or $250 million. یک ساختمان شیشه‌ای در پاریس جاذبه جدید را در این شهر ایجاد کرده است. فرانک گری، معمار کانادایی آمریکایی، فضایی را برای بنیاد لوی ویتون در شهر پاریس فرانسه طراحی کرده است. در این محوطه مجموعه های هنری به صورت دائمی یا به صورت موقت به نمایش گذاشته می شوند و تالار بزرگی برای برگزاری کنسرت در نظر گرفته شده است. این ساختمان فضایی به وسعت 11,000 کیلومتر مربع را اشغال کرده و به کوه یخی تشبیه شده است. گری میگوید قصد داشته است ساختمانی طراحی کند که حس حرکت را القا کند. وی میگوید میخواستیم ساختمانی خلق کنیم که شیشه‌ای باشد. این ایده در ذهن من به شکل کشتی‌های بادبانی در حال مسابقه با یکدیگر تصور شد. حس حرکت برای من اهمیت داشت. اینکه به نظر برسد ساختمان به کندی در حال حرکت است. میتوان باستاب درخت‌ها و باغ را در همین حالت حرکت در ساختمان دید. محرک اصلی ساخت این بنا برنار آرنولد، میلیاردر و رئیس شرکت موسوم به LVMH، بزرگترین گروه شرکت‌های کالاهای لوکس و صاحب شرکت لوی ویتون است. گری میگوید من این ایده را که نمای ساختمان زنده باشد پسندیدم. نما از جنس شیشه است. به دلیل سایه‌هایی که با تغییر وضعیت نور ایجاد می‌شود، چیزهای دیگر تغییر می‌کند. می‌توان با نور آرایی شکل آن را تغییر داد و منظره‌های جالب درست کرد و حتی از هنرمندان دعوت کرد که در نور آرایی نمای ساختمان نقش داشته باشند. معمار 85 ساله در مورد اینکه آیا جنبه‌های هنرهای تجسمی در کارهای او بارزتر است یا هنرهای معماری می‌گوید من معمار هستم. در نتیجه از پیش سراغ ساخت پیکر و مجسمه نمی‌روم. مرز بین مجسمه‌سازی و معماری در دنیای امروز ما خیلی مشخص است. در نتیجه نمیخواهم با کسی در این باره بحث کنم. زیبایی در چشم بیننده است و آزاد هستید هر اسمی که میخواهید روی آنچه میبینید بگذارید. بیش از 100 میلیون یورو برای ساخت این بنا هزینه شده و ساخت آن 6 سال طول کشیده است. و اکنون نگاهی به اوضاع اقتصادی دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان، آمریکا و ژاپن. آمار مربوط به رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا در سه ماهه سوم سال جاری میلادی منتشر شد. بر اساس این آمار تولید ناخالص داخلی این کشور 3.5% رشد کرده است که این بالاتر از پیش بینی ها ارزیابی می شود. سرمایه گذاری شرکت ها و بنگاه های تجاری، رونق نسبی بخش مسکن و خرج خانوارها نقش موثری در بالا رفتن میزان رشد اقتصادی کشور ایفا کردند. این آمار مهر تاییدی است بر تصمیم بانک مرکزی آمریکا مبنی بر توقف کامل خرید ماهانه اوراق قرضه. مسئولان این نهاد به ریاست جانت یلن روند بهبود امور اقتصادی کشور را مناسب ارزیابی کرده بودند و بدین ترتیب نسبت به قطع تدابیر حمایت اقتصادی از طریق خرید اوراق قرضه اتخاذ تصمیم کردند. رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه دوم سال 4.6% اعلام شده بود. بانک مرکزی ژاپن از تشدید تدابیر حمایت اقتصادی خود خبر داد. بر این اساس میزان خرید اوراق قرضه این نهاد افزایش پیدا می‌کند. بازار بورس توکیو بلافاصله به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و شاخص سهام در این بازار 4.83% افزایش یافت. رئیس بانک مرکزی ژاپن میگوید
می توانم بگویم که این لحظه حساسی برای رها شدن از شر تورم منفی است. بدین ترتیب مبارزه با تورم منفی در ژاپن که سالهاست اقتصاد این کشور با آن روبروست، مهمترین عاملی است که مسئولان بانک مرکزی ژاپن را بر آن داشته تا در سیاست خود تحول ایجاد کنند. ناتو بار دیگر نسبت به تجاوزگری روسیه هشدار داد. ینس استولتنبرگ، دبیر کل جدید پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، به دنبال برگزاری انتخابات توسط جدای طلبان در شرق اوکراین گفت نیروهای نظامی روسیه به سوی مرزهای اوکراین پیشروی می‌کنند. ناتو، اتحادیه اروپا و آمریکا به همراه کیف مسکو را به حمایت از جدای طلبان اوکراین متهم می‌کنند. دبیر کل ناتو گفت روسیه همچنان به حمایت خود از جدای طلبان از طریق آموزش آنان، تأمین تجهیزات و با نیروهای ویژه که در قسمت‌هایی از شرق اوکراین حضور دارند ادامه می‌دهد. همزمان با جشن 60مین سالگرد تأسیس سرن، فابیولا جنوتی ایتالیایی اولین زنی می‌شود که به ریاست این مرکز می‌رسد. سرن بزرگترین آزمایشگاه فیزیک ذره جهان در شهر ژنو سوئیس است. این مرکز به عنوان محل کشف بوزون هیگز یا ذره خدا شناخته می‌شود. نمایشگاه بین‌المللی وب در دوبلین پایتخت ایرلند گشایش یافت. 2000 شرکت از سراسر جهان برای ارائه طرح‌ها و تبادل ایده‌های خود در این نمایشگاه که انتظار می‌رود 22000 بازدید کننده داشته باشد شرکت کردند. در پیکارهای شب نخست دور چهارم مرحله گروه لیگ قهرمانان اروپا در گروه 4 بورسیا دورتموند در خانه گالاتاسارای را با 4 گل در هم کوبید. مارکو رویس در دقیقه 39 گل اول را زد. سوکراتیس در دقیقه 56 تیمش را 2 گل کرد. در دقیقه 70 هم هاکان بالتا 1 گل خورده را جبران کرد و امید را به اردوی ترک‌ها بازگرداند. اما 4 دقیقه بعد چیرو ایموبیلیه ایتالیایی نتیجه را 3-1 به سود آلمان‌ها تغییر داد. سرانجام هم در 4 دقیقه پایانی سمیکایا به خودی گل زد و برد 4-1 را به بورسیا داد. دورتموند با این پیروزی 12 امتیازی شد و صعود خود به مرحله 1/8 پایانی را حتمی کرد. گالاتاسارای 1 امتیازی هم قرنشین است. آرسنال هم در حالی که تا دقیقه 60 با 3 گل با آندرلخت برتری داشت 3 گل خورد و در یک قدمی برد شانس صعود قطعی خود را از دست داد. میکل آرتتا در دقیقه 24 گل اول را زد و 4 دقیقه بعد الکسیس سانچز تیمش را 2 گل کرد و در دقیقه 58 هم آلکس چمبرلین برای بار سوم دروازه بلژیکی ها را گشود. اما از دقیقه 60 آندرلخت شجاعانه پیکار کرد و با 2 گل آنتونی واندن و 1 گل الکساندر میتروویچ بازی را به تساوی کشاند تا با 2 امتیاز همچنان به صعود امیدوار باشد. آرسنال هم با 7 امتیاز در مکان دوم باقی ماند. بهای نفت برنت دریای شمال با بیش از 3% کاهش به پایین‌ترین میزان خود طی 4 سال گذشته رسید. به گزارش خبرگزاری رویتر قیمت نفت برنت به 82.18 دلار رسید که پایین‌ترین قیمت آن از اکتبر 2010 تا کنون به شمار می‌رود. قیمت نفت اوپک به زیر 80 دلار در هر بشکه سقوط کرده است.